سعداتي والسيدات السلام عليكم. I think apart from Daniel, do we have another English speaking here? No, probably not. Only Don. I think he understands Arabic, so he's enjoying much more than us because we don't understand. So. برحال عرض سلام دارم خدمت دوستان و خوشحالم که بار دیگر فرصتی پیش اومد که در خدمتتون باشیم. یاد رفیق گرامیمون منصور رو در واقع اینجا زنده نگه داریم و سوی دیگه we really miss our friend Adnan, he's not here. واقعا آرزو میکنیم که هرچی زودتر سالمتر از پیش باشند و در جمع ما بپیوند. من از طرف حزب مردم بلوچستان در واقع اینجا خدمتتون اومدم که بگم با تمام توانی که داریم در خدمت دوستان حزب تضامن خواهیم بود، نه تنها ما، نه تنها حزب مردم بلوچستان، بلکه همه اعضای همه احزاب دیگری که در کنگره ملت‌های ایران فدرال هستند، از جمله حزب دموکرات کردستان ایران که ایشون بودن، کمونه کردستان، حزب کمونه کردستان هست، چند تا حزب دیگه بلوچی داریم غیر از حزب مردم بلوچستان، ترکمنی داریم، همه اینا به هر حال در یک توافق با همدیگر هستیم که این جبهه رو تشکیل دادیم. دلیلش هم اینه که درد مشترکی داشتیم، درد مشترکی داریم و فعلا این درد هنوز هست، حل نشده است، باید حلش کرد. از دیدگاه نه تنها من که به عنوان عضو حزب مردم بلوچستان هستم، بلکه همه اونهایی که در درون کنگره ملت‌های ایران فدرال هستیم، مسئله اساسی، مشکل اساسی در ایران برای ما ملیت‌های اتنیکس اینه که حق حاکمیت ملی ما از ما به زور سرنیزه گرفته شده. حدود یک قرن الان تقریبا از دورانی که برای سیستم پهلوی روی کار اومد تا الان نزدیک 90 ساله. تو این 90 سال واقعا ضربه زده شده به هویت ملی ما. چه کار باید بکنیم؟ اینجاست چه کار باید بکنیم برای به دست آوردن یا باز پس گرفتن حق حاکمیت ملیمون که دوتا تفکر شدیم. من دقیقا یادم میاد توی فکر میکنم پنجم اردیبهشت یا 22 فوریه 2005 بود که حدود 17 تا تشکل سیاسی از ملیت‌های مختلف توی لندن جمع شده بودیم که تصمیم بگیریم چه کار بکنیم. اونجا بود که در واقع دو تا مسیر یا دو تا خط، هدف همون یک چیزه، حاکمیت ملی، چیز دیگه ای نیست، ولی به هر حال این آزادی انسان است، اون مسیر رو که فکر میکنه درست است همون مسیر رو میره. دو تا خط، دو تا در واقع مسیر شدن یا دو تا مشق شدن. اون بخش از دوستانی که فکر میکردن حاکمیت ملی فقط از طریق به دست آوردن استقلاله، خب یکی شدن و بعضی دیگه هم که فکر میکردن برای به دست آوردن حاکمیت ملی در قرن 21 با توجه به تحلیلی که الان داریم، با توجه به نظم نوینی که باز مشخص شده و مطرح شده اینا، و با توجه به اینکه ماهایی که مخصوصا تو اروپا هستیم میبینیم که دو تا جنگ جهانی را افتاد، بیشترش هم روی همین مسئله هویت‌های ملی بود، جنگ جهانی هایی که اول و دوم این همه انسان کشته شدن. پس از گذشت نزدیک 70 سال دیدیم که اتحادیه اروپا رو تشکیل داد، مرزها رو روی هم دیگه باز کردن، مشکلی ندارن با هم دیگه. منظورم اینه که ما اونهایی که اعتقاد به سیستم فدرالی یا سیستم فدراتیو ملی جغرافیایی، تاکید میکنم روی کلمه اقلیمی و اتنیکی، به این باور رسیدیم با توجه به تحلیل هایی بود که از اوضاع احوال منطقه‌مون داریم و جهان داریم و اوضاع احوالی که کلا پس از فروپاشی بلوک شرق و برحال نظم نوین جهانی که مطرح شد بر مبنای اینها بود. و این نه به معنای این بود که ما به عنوان فدرالیست حق استقلال رو رد می‌کنیم، نه، استقلال به عنوان یک حق قابل تأیید ماست و هر دوتاش هم به شکل استقلال و هم به شکل فدرال و هم به شکل مختلف دیگر همشون منبعث از همون حق تعیین سرنوشت هستن که دوستمون آقای احمدی‌نژاد اینجا مطرح کردن بر اساس قراردادهای بین المللی، نمیدونم منشور جهانی حقوق بشر، همینا رو بخوام حساب بگیریم، حق تعیین سرنوشت. همینجا بودیم دیدیم که اسکاتلند
دقیقا ماش یادم نمیده ولی یه حدود یک سال پیش توی تابستون بود فکر میکنم سپتامبر که توی سپتامبر رفتم پای رفراندوم و این نشانگر اینه که برای تصمیم گرفتن اکثریت که نبا میخوام بمونیم این سال دو دو تا چهارتاشون رو کردن که اگر بخوایم مستقل بشیم چی از دست میدیم چی به دست میاریم و اگر بخوایم بمونیم در همین اکثریت خب برای تبلیغات هم زیاد داره جنبه های مختلف در مجموع میخوام اینو بگم که من قول دادم بیشتر از 5 دقیقه صحبت نکنم که با توجه به اوضاع احوالی که حاکم هست در منطقه و در جهان بین این دو تا حق برای به دست آوردن اون حق که همون حاکمیت ملی است نشنال ساورنتی مسیرهای مختلفی هست از جمله استقلال و فدرالیسم و ما معتقد هستیم که در شرایط کنونی نه اینکه حق استقلال رو باید رد کرد حق درستی هست ولی آنهایی که آن بخش از دوستانی که مدافع این مسیر هستند که از همین الان شعار استقلال رو بدن و در واقع کشورهای منطقه رو منطقه خاورمیانه رو بگیم یا حتی جهان رو بخوایم بگیم در واقع میطلبیم به این که جمهوری اسلامی رو باید از طریق نظامی شکست بدیم نه اینکه از طریق دموکراسی حاکم بشه و از اون کانالا بخوایم به حقوقمون برسیم آیا این در توانمون هست یا نه آیا مردمون این آمادگی رو دارن یا نه آیا در ایران همچین شرایطی پیش اومده ما در بلوچستان حتی به عنوان یک تشکل فرهنگی نداریم تا چه رسد به اینکه واقعا یک تشکل سنتی و سیاسی بقیه داشته باشیم در چنین شرایطی آیا مردم ما آمادگی دارن خودشون رو به کشتن بزنن برای استقلال؟ چرا که هیچ راهی نمیذارن؟ حتی همون هم که فدرال میخوان خیلی از دوستان ما همینو میگن جمهوری اسلامی در هر صورت میکشه چه تو بخوای به عنوان فدرال حق تو بخوای بگی و چه بخوای به استقلال بگی؟ چرا از همین الان همونی که حقمون هست نگیم؟ ما استقلالمون این هست که تا زمانی که مردم ما به طور مشخص و بدون ترس آماده به جانفشانی نباشن و همراه نباشن برای گرفتن حقی که حقشون است، حقی است تاریخی و تا زمانی که هنوز در ایران ما خیلی کسا رو داریم به ما میگن قوم ما بخشی از دعوامون با بسیاری از اپوزیسیون حتی این هست که ما قوم نیستیم، ما ملتیم اگر چنانچه ما در کنگره ملیت‌ها کلمه ملیت‌ها رو پذیرفتیم و داریم به کارش میبریم دقیقا به این خاطر است که بلوچ یک ملته، متاسفانه حوادث تاریخی تقسیمش کرده به چندین تیکه هر بخشی از یا هر مجموعی از اون ملت بلوچ که در هر کدوم از این سه تا کشور پاکستان، افغانستان و ایران هستن ملیتی از ملت بلوچ هستن اما از آنجایی که ما در ایران هستیم الان یک ملیت از مجموعه ملل ایران هستیم چرا که ایران یک کشور امپراتوری بوده و همون حق تعیین سرنوشتی که جناب آقای احمدی شما فرمودید دقیقا در ارتباط با کشورهای امپراتوری بعد از این که استعمارگر بعد از جنگ جهانی اول دوم بود به اونا گفتن که حق دارند اینا برای خودشون مستقل بشن تنگ سرنوشت بکنن یه دقیقه زیاده بس بنابراین میخوام کوتاهش بکنم اینه که برای به دست آوردن حاکمیت ملی از دست رفتمون ما ملل ساکن ایران حق داریم از هر مسیری که فکر میکنیم زودتر به حقمون میرسیم آزادی بریم فعالیت کنیم در این حال این مسئله رو باید مد نظر داشته باشیم یک فدرالیست و یک استقلال طلب دشمن هم نیستن اگر چنانچه همچین مسئلهی بخواد پیش بیاد این نشان از نادانی ماست هدف یکیست بنابراین دست به دست همدیگه بدیم و بریم به همون سمتی که به هدف اصلیمون برسیم